همه دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه و هیچ مشکلی هم داخل نمیدونم. اینم یک ماشین عروس که به صورت محلی تزیین شد. امروز هم میخواییم اولین زایی چه بهتون نشون بدیم. آره. اینجا هم داخل حرم موزه حرم شاه تران. زار و چی؟ اینم انواع بیان برای شما به شما تمش برای خان چعبی به شاب بود که سقان داشت که تاسه. اینم قاراست فکر کنم. و غیره و بین راه هم جاهای دیدنی بود، حتما اونجا رو بهتون نشون میدیم. چند تا سوالی از من پرسیده بودین که آقا مدارس که باز میشن، مدارس هم حدود 10 روز دیگه باز میشن، ولی خب محل تدریس من هنوز مشخص نیست و تصمیمی هم نگرفتم که برم روستاییمون درس بدم یا نه، چون خودتون میدونین مشکلات هم جسمی یا هم شخصی منو میدونین و نمیتونم به اون روستا برم. دیگه درباره درگیری طایفه ای از من پرسیدین. من راستیاتش دوست ندارم درباره مرده ها حرف بزنم، به خاطر همین سکوت میکنم و به این سوالات پاسخ نمیدم. سنفری هم گفتن که کانال های زعلی رو بگو، بازم ازتون خواهش میکنم اسمی از اینا رو داخل کانال من نبرین، چون واسه من دردسر میشه. و بهتونم گفتم راهنماییتون کردم که کانال هایی که داخلشون اون دو زن میارن دیجه بچه ها رو اذیت میکنن، اینا همشون زدی. و خیلی دیجه از من سوال پرسیده بودیم که متاسفانه یادم نیست و اگر یادم اومد حتما به اونا جواب بدم. من داخل یکی از رستوران های بین‌المللی لردگون شرسان لردگون و هنوز از لردگون خارج نشد، وسط لردگون خیلی زیاد و کباب سفارش دادم. چی میتونم خیلیتون شما رو هم ببینیم. قیمت چند سیخ کباب و گوزه حدود 390,000 تومان، یعنی معادل 7 دلار. این کل اینا با چند تا نوشیدنی کنه 70 دلار. از این نیوان واسه مشتری هاشون می نوازم، ولی خب فعلا کسی اینجا نیست. استاد بهمن علایدین، این هم یکی از بازیگران معروف سینماست که متاسفانه چند سال پیش بر اثر بیماری فوت کردن. دو تا ساز مخصوص، البته دو تا ساز سنتی ایران داریم اشاره می‌کنیم. داشتم کامنتاتون رو میخوندم، حالا من قبلا این کامنتا رو میخوندم، فکر کردم
اقلیت که واسه من همچین چیزی میاره، ولی خب به تنفری تا به الان گفتن کشور ایران عرب زبانه، نه کشور ایران فارسی زبونه و با کشورهای عربی زبانشون خیلی فرق داره، ولی حالت نوشتاریشون مثل همه، یعنی از یک جور الف با استفاده میکنه. داخل ایران عرب وجود داره، ترک وجود داره، همه اقوامی بهش من حدود 10 تا اقوامی میشه داخل ایران وجود داشته باشه و ایران از این لحاظ به همه اقوام احترام ویژه قائله، به سایر کشورها و کل جهان، حتی اونایی که آمریکا هستن. شاید دولت‌های ما با هم دیگه بد باشن، ولی مردم نه، اینطوری نیست.
کلی دوندگی تونستم یه خونه پیدا کنم، ولی خب هزار خونه داخل این منطقه خیلی جرونتره نسبت به اصفهان. یعنی شبی 20 دلار باید از اینه کنم. یه هم خونه چه هزار چرتی. چند تا از دوستان مسلمونم ناراحت شدن که صلیب انداختم دور گردنم و از اونا معذرت خواهی میکنم. فقط خواستم به سایر بینندگان نشون بدم که ایرانم به ادیان مختلف احترام میذارن و داخلش آزادم و من که مسلمان هستم و با این صلیب تو خیابون راه میرم کسی کاری به هم نداره. حالا به احترام شما مسلمونا، به احترام خودم و سایر بینندگان این صلیب رو از دور گردنم در میارم، ولی امیدوارم که مسیحی ها ناراحت نشن، ولی خب من دینم مسلمون اسلامه و نمیتونم صلیب رو دور گردنم آویزون کنم. و یه نفر دیگه سوال پرسیده بود، گفته بود دستای زنان سردشت سیاه رنگ شدن، آیا آماده درگیری میشن؟ یعنی واقعا با این سوالش پرسید کلی خندیدم. نه اینا به خاطر پوست جردوان. جردوها که این موقع برداشتشونه و زنها مخصوصا مسئول پاک کردن پوست جردوان، به خاطر همین دستاشون سیاه رنگ میشه. یه نفر دیگه پرسیده بود، گفته بود بچه های اشایر چه داخل سایر کانال های اشایری هستن، آیا مدرسه میرن؟ مدرسه میرن، ولی خب به خاطر شرایطی که دارن، به خاطر فیلم برداریش دارن، از درس خیلی عقب افتادن. من خودم معلمم و وقتی داخل منطقه دود را تدریس میکردم، چند تا از دانش آموزانم که کانال یوتیوب داشتن از لحاظ درسی خیلی ضعیف بودن و این لطمه بسیار بزرگ به آموزش و پرورش زده. دیگه بهتونم گفتم من زبانم فارسیه و عرب نیستم، هرچند که داخل کشور من عربم وجود داره. یه نفر دیگه پرسیده بود، گفت چرا فامیل همه اونایش داخل کانالای اشعاری هستن حسین پورن؟ من قبلا به این سوال جواب دادم ولی فکر کنم شما ندیدی. خب اونا با هم دیگه فامیلن، منم فامیلشونم، ولی خب فامیل بسیار دور. وای کمردر دارم مردم. هم ایتالیا بعدشون میاد که به پیتزا سس بزنن، ولی خب ما ایرانی ها عادت داریم، یعنی پیتزا رو بدون سس نمیتونی بخوریم و قیمت این پیتزا دو نفره شد حدود 2 دلار. امروز هم میخواییم اولین زایی که بهتون نشون بدیم حرم شاه سراغ هستش که برادر امام رضا یکی از برادران امامان شیعه هستش. چون متاسفانه داخل این مکان چند دفعه حمله تروریستی انجام شده، به خاطر همین برای ورود سخت‌گیری میکنن و باید کاملا بازرسی بشه.
موزه هم داخل حرمه، موزه حرم شاه چراغ هستیم. اول یه نمای کلی از این زام فیلم برداری کنیم و بعدش هم بریم سراغ جزئیاتش. اولین سکه های ایرانی هستند که در دوره خاموشی و حکومت کوروش کبیر درست شدند. بخشی از 200 سکه اهدایی جناب آقای نادر محمدی به موزه آستان. وقتش خوره بیچون رو اهدا چه. خب این سکه هم متعلق به دوره قاجار است. این ورم دوره صفوی، این دوره ساسانی. دیگه چی رو بهتون نشون بدم؟ موزه شاه چراغ این سقاخانه در سال 1344 درست شده. خب کتاب مقدس قرآن نمیدونم قضیه این لباس ها چیه؟ اینا لباس های شهید آیت الله دستقی بستن، یکی از عالمان دین اسلام. به این ورتر چی بیشتر تاریخی ترن. مثلا نوشته دوره تاریخی 3000 سال پیش از میلاد. اینا هم دوره قاجار درست شدن که حدود 200 سال الی 300 سال پیش دو. ساعت هم قرن 14 هجری قمری ساخته شده همراه با این وسایل.
خب اینا وسایل زینتی زیبالات خانمایی بودن چه دوره پهلوی و دوره قاجار استفاده میشد. دوره تاریخی قرن دهم هجری قمری. ساقوی غلاف خنجر. دوره تاریخی قرن هفتم میلادی. محل چشم منطقه فارس. حالا بیاییم اون اکس ها رو هم بگاه کنیم ببینیم این اکس ها چیه. عکس های قدیمی از شهر شیراز هم. حالا از این ور بیام نگاه کنیم. نه از اون ور بیام نگاه کنیم. فکر کنیم این هم یک شمشیر و یک سپر جنگی. حالا مشخص نیست بستون داخل محفظه هستن و شیشه هم انعکاس پیدا میکنه. این هم دونمون شمشیر دیجه. این هم تبر که مخصوص ما لوراست. انواع شمشیر میبینیم و این طرف هم کلاخود و زره. چه زره هم انواع پولایی که قبلا استفاده می شد هم در ایران هم در خارج کشور. من واقعا نمیدونم حالا برزیل یه آلمان اتریش افغانستان ترکیه جمهوری و غیره. حالا خودتونم بیاین نگاه کنیم. این اسکناس های چه خیلی بزرگن. روسیه پایین تر بازم روسیه 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 الجزایر و ایتالیا. طبقه بالا هم داره طبقه دوم. ببینید که داره بکنیم داخلش. اول بیاییم نگین آفتاب قسمتی از قرآن. به خط کوفی نوشته شده بفکر کنم خط سلس و نسخ. داخل این طبقه کلن انواع قرآن یعنی قرآن هایی که قبلا استفاده می شد به خطهای مختلف به نمایش عموم گذاشته شدن. مثلا این قرآن که در سال ننوشته سالشو ننوشته.
اینم از محوطه بیرو. حالا حتما داخلش، داخل حرم هم بهتون نشون میدیم. ببینیم داخلش چجوری. می‌بینین خب جای گلوله‌ای هستش، قبلا به این مکان حمله تروریستی شده بود و متاسفانه چند نفر از هموطنان و مسلمانان کشته شد. نزدیک بازار وکیلیم و همده که وارد بازار وکیل بشین گفتم یه نوشیدنی باید قهوه بخورم چه سرحال بشم، بعدش بریم از اون ور فیلم برداری کنیم. حالا همراه دوستام هستم، همراه یکی از دوستام، یه دونه قهوه با دو تا نوشیدنی شد حدود 100,000 تومان، یعنی 1.5 دلار. آره بازار و چی؟
داخل تمام شهرهای ایران از این هنر مسجد استفاده میکنن. حالا خودتون ببینید. این هم انواع ادویه که واقعا من بیشترشون نمیدونم. چقدر داخل این بازار ادویه وجود داره. همینجوری نیومدم. اول رفتم شادسرا، بعدش اومدم بازار وکیل، بعدش هم برم حافظی استاد. آره هم.
حالا من برم آره برم یه دختری پیدا کنم ببینم پیدا میکنم یا نه. اصلا تو خدا حافظ. آمو بگردیم ببینیم دوستم کجا رفت. نه لا باشه کاری کاش که تازه یه هم تست برای شما یه هم برای شما به شما تمش برای خان چهابی به شما بود که سخان کاش که تازه این هم گاراست فکر کنم خیلی هم خوش شده کاش که تازه ما داخل منطقه خودمون از این باره ها داریم ولی خب واقعا اینا خوشمزن یه چیزی بین ترش و شیرین هم خیلی خوشمزن اینا هم خیلی قشنگن ولی خب من نمیتونم مستقیم از اونا فیلم برداری کنم چون خود من میفتم توش. اینا هم تخت نردن یک بازی چه توسط ایرانی ها ساخته شده و بهش